درود و وقتتان بخیر. با خبرهای ساعت 8 شب آریانا نیوز و آریانا با من احمد زبیر حبیب‌زاده خوش آمدید. امروز شنبه 12 عقرب سال 1397 خورشیدی است که برابر می شود با 3 نوامبر 2018 میلادی. در نخست سرخط خبرها، اظهارات تازه مقام‌های امنیتی در مجلس نمایندگان. افرادی هستند که باید اونا زیر تعقیب هستند و باید گرفته شوند. تمام مدارک و شواهد برای ریاست عمومی امنیت ملی ما تسلیم کردند. تغییر زمان اعلام نتایج ابتدایی انتخابات. فیصله کمیسیون مستقل انتخابات در مورد تغییر تقویم که امروز فیصله کرد. و واکنش باراک اوباما در مورد انتخابات میان دوره‌ای. مشروع خبرها. قضیه ترور جنرال رازق، فرمانده پیشین پلیس ولایت قندهار، ابعاد داخلی و خارجی دارد و نتیجه آن به زودی با مردم شریک ساخته می شود. رئیس عمومی امنیت ملی با ابراز این مطلب می گوید که گروه طالبان توانایی این حمله را نداشتند و طرح‌ریزی این حمله در پاکستان صورت گرفته و در پیوند به این رویداد 22 تن متهم نیز بازداشت شده است. در این حال وزیر امور داخله میگوید که تمامی شواهد و مدارک در 13 مرحله از حمله کندهار به بررسی گرفته شده است. رفیع صدیقی گزارش میدهد. مجلس نمایندگان مسئولان امنیتی را برای رأی وضاحت درباره ترور فرمانده پیشین پلیس کندهار و یک نماینده این مجلس در هلمند فرا خواند. در این میان رئیس عمومی امنیت ملی میگوید که حمله بر فرمانده پیشین کندهار یک برنامه پیچیده است که طالبان توانایی چنین حمله را ندارند و سوء استخبارات همسایه طرح‌ریزی شده بود. این قضیه هم ابعاد داخلی داره، هم ابعاد بیرونی دارن و هم افرادی هستند که باید اونا زیر تعقیب هستن و باید گرفته شون. اگر نامش امروز بگیریم سبا با یک مصیبت دیگه گرفتار میشیم. هر کس تدابیر خود میگیرن، چون قضیه در مرحله هنوز هم تحقیق، یک قسمتش کشف، یک قسمتش اقدام قرار دارن. آقای استانکزای درباره این که چگونه یک فرد نفوذی توانسته است در نشست مهم امنیتی حضور داشته باشد میگوید: یک نقص کلان از ما گرفته تا کل ما یک نقص کلان داریم. سری یک کسی که اعتماد بکنیم هیچ گپی کسی دیگر را باور نمیکنیم. باز میگیم که اینمی نفر ما است، اینمی 100% اعتمادی. سری اجی شما کار نداشته باشین، ما ضمانتش هم میکنیم و بسیار خوب ضمانت هم میکنیم، بدون از اینکه بفهمیم که اینمی آدم واقعا آلی امو آدم دیروز است یا این آدم تغییر کرده، فکرش تغییر کرده، ذهنش تغییر کرده. در همین حال وزیر امور داخله میگوید که پلیس تمامی شواهد و مدارک هم از تصاویر کمره‌های امنیتی را در 13 مرحله بررسی کرده است. پلیس تمام مدارک و شواهدی را که تقریبا در 13 مرحله بررسی را انجام داد، پلیس تمام اون مدارک و شواهد برای ریاست عمومی امنیت ملی ما تسلیم کردند که او فعلا تیم مشترک ما که در اصل ریاست عمومی امنیت ملی است، اینا کار خود را پیش میبرند. با این حال وزیر دفاع ملی تاکید می‌ورزد که افغانستان در بلندترین تهدیدات دشمن قرار دارد و حامیان جهانی راسفغانی در برابر مردم جبهه‌گیری کردند. تهدیدات بی نهایت بالا هست و دشمنای مردم افغانستان و حامیای بین المللی اینا علیه وطن، علیه مردم مظلوم ما و علیه نظامیای ما با قوت تمام و قدرت تمام اونا جبهه‌گیری دارن. معاون دوم مجلس نمایندگان هم تاکید می‌ورزد تا هنگامی که تمامی ابعاد حمله بر فرمانده پیشین پلیس کندهار روشن نشود، قناعت مردم فراهم نخواهد شد. از من گفتن استاسینا، خصوصا استاسی مسئولین نه چه تاسی درجه اول مسئولین استی، گفتنم داده چې د دغه قضیه عاملین باید په سزا ورسیږي د چاپه کلاسو. از سوی دیگر مسئولان امنیتی از بهر تامین امنیت مردم در روز برگزاری انتخابات از سوی مجلس نمایندگان مورد تقدیر قرار گرفتند.
نیروهای ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگویند که یک نظامی آمریکایی روز شنبه در کابل کشته شده است. بر اساس اعلامیه‌ای که از سوی نیروهای ناتو در افغانستان نشر شده است، گزارش‌های اولیه حاکی از آن است که یکی از نیروهای امنیتی دفاعی افغان بر نیروهای آمریکایی حمله مسلحانه کرده است. در این اعلامیه همچنین آمده که شخص مهاجم توسط سایر نیروهای افغان در محل حمله کشته شده است. در این حمله یکی از سربازان آمریکایی نیز زخم برداشته است. کشته شدن مولانا سمیع الحق، مشهور به پدر معنوی طالبان، با واکنش‌های گوناگون در افغانستان و پاکستان روبرو شده است. دیدگاه‌ها در کابل این است که گروه طالبان مهره کلیدی و جنگ‌افروزشان را از دست دادند، اما حکومت پاکستان کشته شدن سمیع الحق را یک ضایعه خوانده است. مولانا سمیع الحق رهبر جمعیت علمای پاکستان و کلیدی ترین چهره مذهبی که به گونه آشکار از جنگ گروه طالبان در افغانستان پشتیبانی میکرد و آن را جهاد خوانده بود. وی شام روز جمعه در شهر راولپندی پاکستان از سوی افراد ناشناس با ضرب چاقو کشته شد. اما آیا کشته شدن سمیع الحق تأثیر بر روحیه طالبان خواهد گذاشت؟ مخالفین دولت افغانستان یک مهره کلیدی و آتش افروزی را به خاطر جنگ افغانستان از دست دادند. ولی آیسای پاکستان توان زیر داره که به زودی مولانا سمیع الحق های دیگری را تولد کنه و جنگ را شعله‌ور نگاه داره. مولانا فضل حق چه پاکستان ترین استفاده وکړه او د خپل هیواد د ګټو د خاطر لکه اخره کې لکه یو سوزیدل پرزه د منځ ویوړه وی وجله. مولانا سمیع الحق از چهره های منفور در میان بسیاری از افغان ها بود. دلیلش هم حمایت همیشگی او از گروه طالبان و مشروع دانستن جنگ آنها در برابر دولت است. اخیراً شورای علمای افغانستان نگهیت را به خاطر ملاقات با سمیع الحق فرستاده بودند تا در روند صلح کمک بکنه و سمیع الحق هم تا حد را برشان گفته بود که شما میتونید که از این مدرسه استفاده کرده و اعتماد سازی بکنین با طالبان. اما گروه طالبان در اعلامیه کشته شدن این حامی فکریشان را محکوم کردند. در همین حال رئیس شورای علمای پاکستان در یک سخنان احساساتی میگوید که با کشته شدن سمیع الحق جنگ در افغانستان شدت خواهد یافت. کسانی که با کشته شدن مولانا سمیع الحق خوش هستند غلط فهمیده اند. به خدا قسم که جهاد در افغانستان شدیدتر خواهد شد و به حد قوی خواهد شد که هیچ باطل در افغانستان باقی نخواهد ماند. این کار استعمارگران است. این کار کسانی است که جهاد افغانستان را خوش ندارند. جهاد در کشمیر را خوش ندارند. اینها کسانی را میکشند که میخواهند امن برقرار کنند. بر بنیاد گزارش‌ها، بسیاری از رهبران طالبان در مدرسه دینی مولانا سمیع الحق آموزش دیدند و وی نفوذ زیادی در میان این گروه داشت. شاید از همین رو بوده که مقام‌های کابل و واشنگتن اخیراً با او در تماس شده بودند و خواهان جلب حمایتش برای روند صلح افغانستان با گروه طالبان بودند. تلاشی که گفته می‌شود چراغ سبزی از سوی سمیع الحق دریافت نکردند. هنوز انگیزه اصلی ترور سمیع الحق روشن نشده است. اما نخست وزیر پاکستان که به چین سفر کرده بر پیگرد جدی انگیزه این قتل تاکید کرده است. زمان اعلام نتایج ابتدایی انتخابات مجلس نمایندگان با تأخیر از 19 عقرب به 2 قوز تغییر کرده است. مسئولان در کمیسیون انتخابات میگویند که به دلیل بررسی های بیشتر اعلام نتایج ابتدایی در کابل تفاوت داشته و به 10 قوز اعلام خواهد شد. کمیسیون انتخابات دلیل این کار را مشکلات در روند انتقال و بازنگری صندوق های رای میداند. افسون محمدی گزارش میدهد. زمان اعلام نتایج انتخابات پارلمانی به دلیل مشکلات در روند انتقال آرا و تصفیه آن در تمامی ولایات در 2 ماه قوس و در کابل در 10 ماه قوس اعلام خواهد شد. کمیسیون انتخابات میگوید از 23 ولایت مواد اساس انتخاباتی به کابل رسیده که از این میان 8 ولایت را داخل سیستم ساخته اند. پروسه‌ای که ما شروع کردیم و با سر و صداها و جنجالایی که بود و پیچیده شدن پروسه و ناوخت رسیدن مواد از ولایات و از ولسوالی ها و مرکز سبب شد که ای به تاریخ 19 عقرب خلاص نشد. فیصله کمیسیون مستقل انتخابات در مورد تغییر تقویم که امروز فیصله کرد در جلسه خود 2 قوس بر همه ولایات بدون کابل.
در همین حال مسئولان فناوری معلوماتی کمیسیون انتخابات میگوید روند انتقال معلومات بایومتریک از دستگاه به سرور آغاز شده است. مواد بایومتریک اینا هم رسیده به ما، دستگاهایش هم رسیده به ما، جایم تنظیم شده. فقط امروز آماده به این هستیم که روند انتقال معلومات بایومتریک از دستگاه ها به سرور آغاز بکنیم. با یکی بازی دیتا به سرور انتقال داده میشه، بازی رو برای ما دقیقاً او وقت گفته میتونیم که در چی سطح بایومتریک استفاده شده، در هر ولایت در چی فیصدی استفاده شده و حتی در هر مرکز در چی سطح بایومتریک استفاده شده. این در حالی است که پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات 19 ماه عقرب را تاریخ اعلام نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی گفته بود. همچنان کمیسیون انتخابات میگوید نتایج نهایی پس از اعلام نتایج ابتدایی اعلام خواهد شد. رئیس جمهور غنی از طالبان مسلح میخواهد تا برای گفتگوهای بین الافغانی آماده شوند و در دیدار با برخی بزرگان پکتیکا گفته است که مالکیت صلح را به دست بیگانگان نخواهند داد. آقای غنی با اعضای شورای ولایتی این ولایت دیدار کرده از مردم به خاطر تامین امنیت ولایتشان سپاسگزاری کرد و با مسئولان امنیتی این ولایت وضعیت امنیتی را نیز بررسی کرده است. همچنان وی با استادان دانشگاه ها و آموزگاران مکتب ها دیدار کرده وعده کار برای انکشاف تعلیم و تحصیل داد. رئیس جمهور غنی پس از سفر یک روزه به ولایت پکتیکا شام امروز دوباره به کابل برگشت. اکنون فشرده چند خبر از جهان. باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا در آستانه انتخابات میان دوره‌ای به شدت از دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور انتقاد کرده است. آقای اوباما از سیاست آقای ترامپ برای ایجاد ترس و هراس در میان از مهاجران و پناهجویان انتقاد کرده است. آقای اوباما در یک تجمع انتخاباتی برای کاندیدای دموکرات‌ها ادعای جمهوری خواهان در مورد خطرناک بودن یک کاروان پناهجویان آمریکایی مرکزی را مورد تمسخر قرار داد. این کاروان مهاجران آمریکایی مرکزی از مسکو به سمت آمریکا در حال حرکت هستند و جمهوری خواهان آن را خطر برای آمریکا تلقی کردند. نیروهای ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی گفتند که میدان هوایی سنا پایتخت یمن و پایگاه هوایی را که از سوی شورشیان حوثی استفاده می شد آماج حملات هوایی قرار داده اند. این حملات هوایی در حال انجام شده که ایالات متحده آمریکا چند پیشواهان آتش بس جنگ 3.5 ساله در یمن شد. یک سخنگوی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به تلویزیون دولتی الاخباری عربستان گفته است که نیروهای شورشی حواسی از این پایگاه هوایی برای راه اندازی حملات راکتی و تیاره های بی پیلوت استفاده می کردند. به گفته ترکی المالکی در حملات هوایی ائتلاف به نیروهای عربستان سعودی پروازها و کمک های بین المللی تحت تاثیر قرار نگرفتند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه می گوید دستور قتل جمال خاشقچی خبرنگار عربستان سعودی را بلندترین رده حکومت سعودی داده است. اما اردوغان افزوده است که گمان نمی کند که پادشاه عربستان سعودی شخصا در این کار دخیل باشد. اردوغان این را در مقاله‌ای که دیروز در روزنامه واشنگتن پست نشر شده ابراز کرده است. خاشقچی که برای این روزنامه کار می کرد در 2 اکتبر پس از ورود به کنسولگری سعودی در استانبول کشته شد. اسلامگرایان تندرو که به خاطر لغو حکم اعدام بالای یک زن مسیحی در پاکستان خشمگین شده اند روی توقف اعتراضشان توافق کرده اند. پس از آنکه دادگاه پاکستان در 31 اکتبر دستور رهایی آسیه بی‌بی را داد، تظاهرات برای 30 روز پیهم در شهرهای بزرگ آن کشور ادامه یافت. او به اتهام توهین به مقدسات به اعدام محکوم شده بود. پیر اعجاز قادری سخنگوی تحریک لبیک پاکستان ناوقت دیروز گفت این حزب خواهان توقف تحصن هزاران متعرض است. به اساس گزارش ها حکومت پاکستان آسیه بی‌بی را ممنوع خروج اعلام کرده است. دوباره خوش آمدید.
نخستین محموله صادرات کالاهای افغانستان از طریق سازمان تیر به پاکستان صادر می شود. وزارت مالیه می گوید در این محموله میوه تازه به پاکستان انتقال خواهد یافت. وزارت ترانسپورت می گوید تا هنوز 7 شرکت به خاطر به دست آوردن جواز تیر درخواست دادند. نخستین محموله بازرگانی افغانستان از طریق سیستم تیر یا سازمان بین المللی جاده به دلیل سهولت زیاد حمل و نقل به پاکستان ارسال می شود. عبدالله رقیبی معین گمرکات وزارت مالیه می گوید در این محموله 25 تن سیب به پاکستان ارسال شد. اولین محموله است از طرف کابل به پاکستان و ای ازمایشی است. ای آغازش است انشالله بعدن سکتور خصوصی امرای وزارت مالیه و زیر چتر وزیر سپه ترانسپورت ای پروسه را ما شروع کردیم انشالله. تمام صادراتی که ما میکنیم از افغانستان به دیگر کشورها ای آغازش است انشالله. بازرگانان میگویند با استفاده از سازمان تیر میتوانند با سهولت و بدون کدام مشکل کالاهایشان را به خارج از کشور انتقال دهند. ما زیاد خرسند هستیم. این یک روز موفقیت است به تاجر افغانستان، به حکومت افغانستان، به ملت افغانستان که از هر نوع مشکلات اخاذی های غیر قانونی او توقف بی جای موترهای ما جلوگیری به عمل میه و بخصوص سرکای ما حفاظت میشه. گفته میشود موقعیت جغرافیایی افغانستان برای سازمان تیر خیلی اهمیت دارد. افغانستان در سال 1375 عضویت این سازمان را کسب کرد. بنابر برخی مشکلات عضویت آن به تعویق افتاد. در سال 2013 میلادی دوباره شامل این سازمان شد. اکنون نخستین محموله بازرگانی افغانستان از طریق این سازمان به پاکستان صادر می شود. اکنون نرخ ارزها. یک دلار آمریکایی 74 افغانی و 90 پول، یک یورو 85 افغانی و 20 پول، یک درهم امارات 20 افغانی و 35 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 40 پول، 1000 روپیه پاکستانی 571 افغانی و 1000 روپیه هندی 1030 افغانی. اکنون وضعیت هوا. کابل بلندترین درجه حرارت 16، پایینترین 0. هرات بلندترین درجه حرارت 13، پایینترین منفی 3. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 10، پایینترین منفی 1. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 22، پایینترین 9. قندهار بلندترین درجه حرارت 16، پایینترین 2. و سرانجام غزنی بلندترین درجه حرارت 13، پایینترین منفی 3 پیش بینی شده است. سپاسگزارم از همراهیتان به خبرهای این ساعت.